درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 10 اکتبر 2023 میلادی برابر است با 18 مهر ماه سال 1402 خورشیدی. ارتش اسرائیل امروز شنبه حدود 72 ساعت بعد از حمله حماس اعلام کرد که سرانجام کنترل مرز خود را با نوار غزه به دست گرفته و در بخش هایی که حماس نفوذ کرد مینگذاری کرده تا از ورود دوباره آنها جلوگیری کند. پیکرجویان حماس با منفجر کردن بخشی از مانع مرزی با اسرائیل از غزه وارد اسرائیل شدند و صدها تن از شهروندان را به قتل رساندند. گزارش شده که پیکرجویان حماس علاوه بر قتل شهروندان به آنها تجاوز جنسی کردند و شمار بسیاری از جمله کودکان و زنان و افراد سالخورده را به گروگان گرفتند و همچنین اجساد کشته شدگان اسرائیلی را با خود به غزه بردند. در همین حال حدود 300 هزار تن نیروی ذخیره اسرائیل هم برای تهاجم زمینی احتمالی بسیج شدند. بر اساس گزارش ها تعداد کشته شدگان در حمله غافلگیرانه حماس و درگیری های بعدی آنها با اسرائیل به بیش از 900 تن رسید. بیش از 500 تن در بیمارستان ها بستری هستند که مجروحیت بسیاری از آنها جانشان را به خطر انداخته است. بیش از 2700 تن در حمله ناگهانی روز شنبه پیکرجویان حماس مجروح شدند. مقامات اسرائیل میگویند اجساد 1500 تن از پیکرجویان حماس در جنوب اسرائیل پیدا شده است. از سوی دیگر دو عضو دفتر سیاسی گروه حماس در جریان حمله هوایی ارتش اسرائیل به خان یونس در جنوب نوار غزه کشته شدند. یک مقام نزدیک به حماس در گفتگو با خبرگزاری رویترز نام این دو مقام را جواد ابو شماله و زکریا ابو معمر اعلام کرده است. ابو شماله که وزیر دارایی حماس بود از سوی ارتش اسرائیل متهم شده بود که پول برای ترور در داخل و خارج از نوار غزه توزیع می‌کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در روز سه‌شنبه بیش از 100 هدف را در محله ارفرقان در شهر غزه بمباران کرده است. از سوی دیگر گروه حماس عصر روز شنبه حملات راکتی جدیدی را علیه شهرهای مرکزی اسرائیل انجام داد که موجب به صدا در آمدن آژیر حمله هوایی و هجوم غیر نظامیان به پناهگاه ها و اتاق های امن شد. گروه حماس مسئولیت این حملات راکتی را بر عهده گرفت و در این حال مدعی شد که فرودگاه بین المللی بن گوریون را هم هدف قرار داده است. مقامات این فرودگاه گفتند که در حال بررسی باندهای پرواز هستند اما آسیبی مشاهده نکردند. فعالیت این اصلی ترین فرودگاه اسرائیل با وجود کاهش شمار پروازهای خارجی همچنان ادامه دارد. ساعتی پیش از این حملات راکتی نهادهای امدادرسانی اسرائیل اعلام کردند که در یک حمله راکتی دیگر در بامداد سه‌شنبه به مناطق جنوبی کشور از جمله اشکول که در فاصله بسیار نزدیکی به مرز غزه قرار دارد یک کارگر تایلندی که در مزارع کار میکرد کشته و دو خارجی دیگر زخمی شدند. دست کم 12 تایلندی دیگر روز شنبه در آغاز حمله حماس به اسرائیل کشته شده و 11 تن دیگر از شهروندان این کشور به غزه روبوده شدند. از سوی دیگر رسانه‌ها از کشته شدن یک گردشگر آلمانی در حمله حماس به اسرائیل خبر دادند. این دختر 27 ساله اهل برلین برای شرکت در فستیوال موسیقی صلح همراه با دوست پسر بریتانیاییش به اسرائیل رفته بود. وی لحظاتی قبل از کشته شدن در پیامی کوتاه برای مادرش نوشته بود: دوستت دارم و برای همه چیز ممنونم. در خبر دیگر، شبکه انتفاع آلمان به نقل از مادر شانی لوک، جوان 22 ساله‌ای که در نخستین روز حمله حماس به اسرائیل ربوده شده و به غزه منتقل شد، گفت که دخترش زنده است و با جراحات بسیار شدید در بیمارستان بستری است و مستقیما از دولت آلمان درخواست کمک کرد. در ادامه همین خبرها، خبرنگار تلویزیون اسرائیل آی 24 در یک گزارش درباره قتل عام در کیبوتس میگوید که تروریست‌های حماس در این دهکده چند کودک را سر بریدند و اعضای خانواده‌های آنها را تیرباران کردند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه در مراسمی در دانشگاه افسری امام علی تهران حملات تروریستی شبه نظامیان حماس در اسرائیل را این قضیه 15 مهر نامید و گفت که اسرائیل هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده است. خامنه ای در مورد نقش جمهوری اسلامی در این حملات تروریستی در بخشی از سخنانش گفت:
ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان فلسطینی را میبوسیم، اما آنها که میگویند حماسه اخیر کار غیر فلسطینی هاست دچار محاسبه غلط شدند. خامنه ای در حالی دخالت در این اقدام را تکذیب کرده که حساب کاربری او در نخستین روز عملیات تروریستی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در اسرائیل نوشته بود که گفته بودیم که به سراغتان میاییم. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین روز جنگ با تمجید از حملات حماس در پستی در اکس نوشت: رژیم صهیونیستی به دست مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در سراسر منطقه ریشه‌کن خواهد شد. مصطفی نیلی، وکیل مدافع نرگس محمدی، با بیان اینکه برای ملاقات با موکلش به زندان اوین رفته بود اعلام کرد که مقامات زندان اجازه ملاقات ندادند، چرا که برنده جایزه صلح نوبل حاضر به رعایت حجاب اجباری نشد. نرگس محمدی در حالی همچنان به حجاب اجباری تن نمی دهد که 20 شهریور ماه به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در حضور مقامات زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. بعد از اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، این مدافع حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین محبوس است، در گفتگوی تلفنی با پدرش آن روز را بهترین و با شکوه ترین روز در زندان برای همه توصیف کرد و گفت که در بند زنان شعار زن زندگی آزادی پیچید و ترانه های برایه و روسری تو در بیار را خواندند و برخی از همبندی هایش گریستند. مقامات جمهوری اسلامی از اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی ابراز خشم کردند. آخرین دور از دادگاه تجدید نظر حمید نوری در حالی از روز دوشنبه 17 مهر ماه در استکهلم سوئد آغاز شد که دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور 3 شاهد از مقامات جمهوری اسلامی برای ادای شهادت موافقت کرد. مصطفی پور محمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخپور ستنی هستند که در تاریخ 24 مرداد سال جاری خواهان شهادت آنها به نفع موکلشان شده بودند. با این حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد که در صورت ورود مقیسه و پور محمدی به خاک سوئد این دو تن بازداشت خواهند شد. بر همین اساس بنا شده که در صورت موافقت تهران این افراد در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه 18 و 19 مهر ماه از طریق مجازی و تماس ویدیویی در دادگاه شرکت کنند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، با اشاره به حمله حماس به اسرائیل گفت این حمله دستاورد بزرگی برای مردم فلسطین است. به ادامه داد که دستگاه‌های تبلیغاتی طرفدار اسرائیل می‌کوشند که این دستاورد بزرگ را به بعضی قدرت‌ها و کشورها منتسب کنند و قدرت و استقلال فلسطینی‌ها را نادیده بگیرند. از سوی دیگر احمد خاتمی، امام جمعه تهران، حمله حماس به اسرائیل را قهرمانانه توصیف کرد و گفت به دولت‌هایی که به سمت عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌روند پیام می‌دهیم که این دولت رفتنی است و سرنوشت خود را به طناب پوسیده اینها گره نزنید که به چاه نفرت ملت‌ها سقوط خواهید کرد. حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، هم حمله حماس به اسرائیل را کار بسیار بزرگ خواند و گفت برای اولین بار مظلومیت مدافعانه فلسطینی‌ها به مظلومیت مهاجمانه تبدیل شد و افزود اینکه یک مظلوم توانسته روی پای خودش به ایستد شادی‌آور است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا با انتشار گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام اعلام کرد که تا یک سال گذشته دست کم 659 تن در ایران اعدام شدند که نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها 24% نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این گزارش بر روند پرشتاب افزایش اعدام‌ها در ایران تاکید کرده و می‌گوید که بیشترین اعدام‌ها نیز در 3 استان البرز، سیستان و بلوچستان و کرمان بوده است. رندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پایین پایی بازرگانی جلب می کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا.
شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیور های خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان‌های فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. بنا به گزارش منابع حقوق بشری ایران، مهران فرهادی، زندانی سیاسی که در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس است، روز یکشنبه 16 مهر ماه با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده است. وبسایت حقوق بشری هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشت آقای فرهادی به بیمارستانی در شیراز منتقل شد. به امروز شنبه به زندان بازگردانده شد و همکنون وضعیت حال عمومی وی مناسب است. مهران فرهادی در تاریخ 6 مهر ماه 99 در منزل خود در تهران بازداشت شد. در تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال 1400 آقای فرهادی توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سید محمود ساداتی از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه‌های معاند نظام، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام محاکمه و به 3 سال و 10 ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای فرهادی افسر واحد مخابرات ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است.
ژنرال چارلز کیو براون، بلندپایه‌ترین فرمانده نظامی آمریکا، به جمهوری اسلامی هشدار داد که در بحران اسرائیل و حماس مداخله نکند و گفت که ایالات متحده نمی‌خواهد درگیری‌های جاری در خاورمیانه گسترش یابد. هشدار رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده بعد از آن داده شد که گروه حزب الله لبنان که از حمایت‌های نظامی و مالی جمهوری اسلامی برخوردار است، روز دوشنبه 17 مهر ماه راکت‌هایی را به شمال اسرائیل شلیک کرد. کاخ سپید گفته است که جمهوری اسلامی در حملات شبه نظامیان گروه اسلامگرای فلسطینی حماس به اسرائیل همدست است، اما هیچ اطلاعات یا شواهدی که نشان بدهد در حملات روز شنبه مشارکت مستقیم داشته در اختیار ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال چارلز کیو براون در پاسخ به این پرسش که پیام او برای جمهوری اسلامی چیست، گفت مداخله نکنید. اسرائیل روز دوشنبه لبنان را گلوله باران کرد که در جریان آن دست کم شبه نظامی حزب الله کشته شدند. اسرائیل گفت قبل از آن یکی از نظامیانش در جریان حمله فرامرزی که شبه نظامیان فلسطینی در لبنان مسئولیت آن را بر عهده گرفتن کشته شده بود. پلیس آمریکا با شلیک گلوله مردی را که دوشنبه خودرویش را به کنسولگری چین در سان فرانسیسکو کوبیده بود به قتل رساند. در بیانیه پلیس آمده که بعد از حضور نیروهای پلیس در محل، راننده هدف گلوله قرار گرفت. هویت راننده مشخص نیست و علت یا انگیزه این حادثه هنوز اعلام نشده است. کنسولگری چین در بیانیه این حادثه را محکوم کرد و نوشت که این حادثه تهدیدی جدی برای ایمنی کارکنان و سایر افراد حاضر در صحنه بود. گزارش حاکی است که داخل کنسولگری آسیبی ندیده است. سان فرانسیسکو ماه آینده میزبان نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه خواهد بود. انتظار می رود که شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در این نشست شرکت کند. برند برنجمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یک کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد، لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر، صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری.
وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقامات امنیتی غرب و خاورمیانه‌ای گزارش داد که حمله به اسرائیل با حمایت عمده جمهوری اسلامی که شامل آموزش نظامی و کمک لوجستیکی و همچنین 10 میلیون دلار برای تسلیحات می‌شود، از یک سال پیش طراحی شده بود. این گزارش که در پی گزارشی مشابه از وال استریت ژورنال منتشر شده، با اشاره به اعتراف مقامات در ایران به پرداخت مبالغ هنگفت برای کمک به شبه نظامیان، به نقل از یک مقام امنیتی غربی میگوید اگر به کسی نحوه به کارگیری سلاح را آموزش بدهید، انتظار دارید که در نهایت از آن استفاده کند. بیش از 10 مقام امنیتی و تحلیلگر نظامی به واشنگتن پست گفتند که حمله در چنین مقیاسی بدون کمک قابل توجه خارجی برای شبه نظامیان فلسطینی بسیار چالش برانگیز می بود. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز دوشنبه به شبکه MSNBC گفت با وجود اینکه ایالات متحده هیچ اطلاعات یا مدرکی دال بر مشارکت مستقیم ایران در حملات حماس به اسرائیل در دست ندارد، ایران شریک جرم است. دیوید مک‌کورمک، معاون پیشینه وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور بین‌الملل، در نامه‌ای به باب کیسی، سناتور دموکرات پنسیلوانیا، از او خواست در تلاش برای فشار بر دولت بایدن به منظور مسدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به 6 میلیارد دلار آزاد شده به او بپیوندد. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، هم در توییتی نوشت آمریکایی‌ها باید درک کنند که حماس تهدید بزرگی برای اسرائیل نیست. حمله روز شنبه در واقع حمله ایران به اسرائیل بود و از حماس به عنوان جانشین استفاده کرد. دولت بایدن باید شهامت داشته باشد و تهران را به درستی مقصر بداند. میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواهان سنای آمریکا، خواستار اعمال تحریم‌های شدید علیه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات حماس به اسرائیل شد. مک‌کانل در مقاله‌ای که در وال استریت ژورنال منتشر شده نوشت جمهوری اسلامی ایران در حملات حماس به اسرائیل دست داشته و لازم است تا آمریکا و متحدانش تحریم‌های جدید و سخت‌گیرانه‌ای را علیه رژیم ایران وضع کنند. رهبر جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا در ادامه مقاله خود در وال استریت ژورنال از متحدان غربی آمریکا هم خواست اجازه پرواز هواپیماهای ایرانی بر فراز قلمروی خود را لغو، کشتی‌های ایرانی را توقیف، بانک‌های ایرانی را تحریم و فعالیت‌های تجاری خود با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.